میلیونی و رایگان سیدی مستند ظهور بسیار نزدیک است در شهرهای مختلف ایران و کنش های زیادی را به همراه داشته است در این مستند با اشاره به برخی روایات مربوط به ظهور امام زمان ادعا شده که رهبری جمهوری اسلامی و محمود احمدی نجاد رئیس دولت مستقر زمین ساز ظهور امام دوازدهم شیعیان خواهند بود این مستند محصول بنیادی به نام حضرت مهدی معود است اما از دید ناظران رد پای یک جریان سیاسی در تهیه این سیدی دیده می شود و انگشت اتهام بیش از هر کس متوجه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد شده است روحانیون حکومتی تقریبا به طور کامل ادعاهای طرح شده در این مستند را رد کردند و برخی به سراحت گفتند که دشمنان در رواج این ادعاها دخالت داشتند با این حال مقامهای دولت هنوز واکنشی نسبت به آن نشان ندادند مستند ظهور بسیار نزدیک است که به شیوه ای آماتوری تهیه شده است در ابتدا روایاتی درباره ظهور امام زمان را نقل می کند و سپس این روایات را به شیوه ای کنار یکدیگر میشیند تا به هدف اصلیش برای معرفی رهبر و محمود احمدی نژاد به عنوان زمین سازان ظهور برسد ادعای محوری مستند این است که با نزدیک شدن زمان ظهور امام زمان شخصی به نام سید خراسانی از ایران قیام خواهد کرد سپاه سید خراسانی به فرماندهی شخصی به نام شعیب به سرزمین صوفیانی حمله کرده و با شکست آنان زمینه را برای ظهور امام زمان فراهم خواهد کرد در فیلم مستند ظهور بسیار نزدیک است دراش شده تا رهبری به عنوان سید خراسانی و محمود احمدی نژاد به عنوان شخصیت شعیب معرفی شود در واکنش به توضیع این مستند آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید و آیت الله استادی امام جمعه قم با رد ادعاهای این مستند گفتند که روایات مورد اشاره در آن ضعیف و کتب مورد استفاده آن نیز غیر معتبر است روحانیون حکومتی تندروی نظیر احمد خاتمی و علیرضا پناهیان که در این مستند نقل قولهایی از آنان مورد استفاده قرار گرفته است نیز این نقل قولها را تکذیب کردند مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قوم هم در همین راستا و صدور اطلاعیه‌ای گفته که این فیلم مستند از نظر این مرکز مردود بوده و اعتباری ندارد. بسیاری از رسانه های نزدیک به حکومت نظیر پایگاه های خبری مهر و علف هم در مطالبی نسبت به ادعاهای طرح شده در این مستند واکنش نشان دادند و آن را جریانی انحرافی و شیادانه خواندند که در بخشهایی از دولت رسوخ پیدا کرده است. جریان انحرافی مورد اشاره محافظ کاران جریانی است که اسفندیار رهی مشایی نماد آن شناخته می شود. مشایی به دلیل اظهارات جنجال برانگیزش درباره مکتب ایرانی رابطه با اسرائیل و هجاب مورد حمله هواداران حکومت بوده است. اما به نظر می رسد که ادعاهای آخر زمانی او این نگرانی ها را تشدید کرده است. محافظه‌کاران با ادبیات خاص خود او را عامل فتنه معرفی کرده و معتقدند که فتنه ای که مشایی در سر دارد از جریان اعتراضی جنبش سبز برای نظام خطرناکتر است در عوض رسانه های حامی مشایی او را در حد یک قدیس بالا میبرند که توسط دشمنانش احاطه شده ولی در نهایت بر آنها پیروز خواهد شد یک پایگاه اینترنتی حامی مشایی چندی پیش در یادداشتی برای توصیف او از تعابیری مانند آزادگی، هوش، درایت، صداقت و ایمان مثال زدنی یاد کرده و مدعی شده بود که این صفات فصل مشترک رحیم مشایی با سلمان فارسی است. این یادداشت تا جایی پیش رفته بود که رحیم مشایی را با شمس تبریزی مقایسه کرده و گفته بود مشایی برعکس بسیاری از کسانی که از او میترسند از پوسته و سطح و کف ایمان گذشته است و به اعماق آن رسیده است بر همین اساس است که مروارید هایی را که او از قلب دریای اسلام برایمان بر برمغان می آورد قشریون و خوشک مغزان ظاهربین را به استراب و ترس و متاقبن به خشم و یاوگویی علیه این مرد الهی وامی دارد تحلیل ها درباره نقش داشتن رحیم مشایی در تهیه مستند ظهور بسیار نزدیک است تنها محدود به حدس و گمان ها نمی شواهدی در دست است که این تحلیل را تقویت می کند بر اساس گزارش در یکی از جلسات اخیر جامعه و آز ولایی مستندی تحت عنوان نشانه های ظهور پخش شده و اسفندیار رحیم مشایی پس از پایان این مستند با انطباق روایات زمان ظهور با شخصیت های کنونی گفته که سید یمانی همان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان است جامعه و ولایی که رحی مشایی در جمع اعضای آن سخن گفته است یکی از زیر مجموعه های جامعه روحانیت است که تحت تاثیر وی از این گروه منشعب شدند ناظران میگویند که مشایی برای پیشبرد فعالیت خود برخی از روحانیون را در قالب تشکل و ولایی ولایی گردآورده و بودجه هنگفتی را نیز برای این تشکل هزینه کرده است از دید ناظران تلاش های مشایی فعالیت زودهنگام برای انتخابات ریاست جمهوری دو سال آینده است و به نظر می رسد مستند ظهور بسیار نزدیک است نیز به عنوان یکی از تلاش ها با هدف تاثیرگذاری بر بخشی از گروه های جامعه و جلب نظر آنها برای حمایت از احمدی نژاد و یارانش تهیه شده باشد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در واکنش به این مستند در سرمقاله با تاکید بر اغراض انتخاباتی تهیه کنندگان مستند ظهور بسیار نزدیک است آنها را وابسته به حلقه حاشیه ساز دولت معرفی کرده و گفته که این گروه قصد داشته احمدی نژاد را در اذهان عمومی همان شایب ابن صالح معرفی کنند و بعد در دوران انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری با استناد به اینکه از افراد نزدیک به آقای احمدی نژاد و مورد وسوق و اطمینان ایشان هستند لیست نامزدهای مورد قبول خود برای مجلس و یا نامزد ریاست جمهوری مورد نظر خود را نامزد و نامزدهای مورد تایید حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له فدا جا بزند. پاسخ به این پرسش که اسفندیار رحیم مشایی چگونه خواهد توانست با وجود مخالفان قدرتمند در میان روحانیون محافظه کار پروژه خود را برای ایفای نقشی پررنگتر در فضای سیاسی ایران پیش ببرد چندان ساده نخواهد بود برخی ناظران شانس چندانی برای او قائل نیستند اما گروهی دیگر پروژه مشایی را فراتر از آن میدانند که به واسطه مخالفت روحانیون حاکم متوقف شود از دید آنها جریان مشایی در صدد حذف روحانیون از فضای سیاسی ایران است و این مسیری است که در آن حتی رهبری نیز مسون نخواهد بود نگاهی به نامه چندی پیش یک نویسنده ی حامی احمدی نژاد خطاب به رهبری که در آن از وی خواسته شده بود ولایت فقیه را تعطیل کند تأییدی بر این تحلیل است گفته می شود که نویسنده ی این نامه از مدتی پیش به خدمت تشکیلات رحیم مشایی در آمده و در ساختمانی در خیابان برزیل تهران مشغول تهیه خوراک فکری و رسانه‌ای برای این جریان است. ناظران میگویند هدف جریان مشایی از میدان به در کردن روحانیون و مسلط کردن تمام ایار نظامیان است. برخوردهای حاکی از بیعتنایی احمدی نژاد نسبت به تقاضاهای مکرر مراجع تقلید برای کنار گذاشتن مشایی که به دلزدگی و ریزش گروهی از حامیانش هم انجامیده است بر وجود یک پروژه تعریف شده در این زمینه مهر تایید میزند احمدی نژاد آنطور که بسیاری از منابع طی این سالها اذعان کردهاند خود را مرید مشایی میداند و بارها نیز عنوان کرده که حاضر است مشایی رئیس جمهور باشد و او در مقام معاونش فعالیت کند حتی گفته می شود که ادعاهای همیشگی احمدی نژاد درباره نزدیک بودن ظهور امام زمان و در پیش بودن تغییرات عظیم در دنیا نیز متأثر از القاعات مشایی است با در نظر گرفتن چنین زمینه ای تحلیل انگیزه ی سفارش دهندگان و سازندگان مستند ظهور بسیار نزدیک است سادهتر خواهد بود این مستند گرچه به دلیل نگرانی روحانیون نسبت به دخالت رحیم مشایی در تهیه آن با واکنشهای های شدیدی روبرو شده است ولی از نظر جنجال برانگیز بودن ادعاهای مطرح در آن تفاوت چندانی با ادعاهای احمدی نژاد درباره قریب بودن ظهور ندارد احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوریش بارها ادعاهایی درباره قریب الوقع بودن ظهور و پایان جهان مطرح کرده است برای مثال او حدود دو سال پیش گفت که آمریکایی ها برای جلوگیری از ظهور امام زمان به عراق حمله کردند ادعای مشهور او درباره ایجاد حاله نور دور سرش در سالن مجمع عمومی سازمان ملل و اثراتش مبلی بر اینکه دست امام زمان را در همه امور میبیند و هدفش فراهم کردن زمینه های ظهور است نیز نمونه های دیگری است که در همسویی کامل با پروژه تعریف شده برای مستند ظهور بسیار نزدیک است قرار دارد ناظران از همین رو میگویند روحانیون محافظه کاری که اکنون از مستند جنجالی احساس نگرانی کردند باید متوجه باشند که رواج ادعاهای آخر و زمانی پدیده ای نیست که به صورت خودسرانه در جامعه طرح شده باشد این ادعاها به صورت هدایت شده ای از سوی رئیس دولت و نزدیکان او در تریبون های رسمی نیز بیان شده و اگر بنا بر رد چنین مسائلی است نوک پیکان حملات باید متوجه کسانی باشد که منشأ طرح این ادعاها در جامعه هستند هرچند در این روزها و در پی چالشی که بین رهبری و رئیس دولت مستقر بر سر وزیر اطلاعات در گرفته است تعدادی از افراد نزدیک به مشرایی بازداشت شدند و از سوی برخی سایت های اصولگرا اتهاماتی همچون جنگیری و پیشگویی و کارهای خارق العاده متوجه آنها شده است اما به نظر می رسد اختلافات درون حاکمیت عمیقتر از این حرف هاست و هر یک از طرفین منازعه بر روی باورهای دینی مردم حساب باز کردند و آموزه های دینی را با نوعی عوام زدگی و خرافه گرایی پایه و مایه خود قرار دادند و صد البته تیم احمدی نژاد و مشایی گوی سبقت را در این عرصه از رقیب رو بوده است و به همین دلیل منازعه به جای رسیده و در روزهای آتی باید منتظر حذف یکی از طرفین منازعه و یک پایه شدن قدرت بود